دیالیز با ماشین های مدرن و جدید و همچنان بخش بستردار نسایی ولادی با داشتن دکتران لایق و مجرب به طور 24 ساعته در خدمت همشهریان محترم قرار دارد. آدرس: چراهی کارتی پروان، سرک عمومی باغ بالا. شماره های تماس 070-699-1992. ایلی فال در ساختمانی مواد و لمرنه او مجهز لابراتوار پا افغانستان کی در کارپس آف انجینیر ثبت او رجستر شوی پلاندینه و بخشنو که ساختمانی مواد تست شوی در اسپنیز و آلات و در اسفالت و در شگو او جغل و در کانکریت او سمنت و در زیربنا و او لرپوریز و دانه و لپارا جیو تکنیک او در خور مقاومت معلومه وی در ایکوش میره 0-1-9-3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 -
دلو بخون کی سپیشل څخه تلا په سپیشل نامه سلام زه هماتلا نیازمند یم د ویب پر تلویزیون خبرونه کې تاسو د یوې اونۍ په لړ کې د هوا د مهمو پیښو اوریدو ته او لیدو ته راغلم تیر شنبه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په افغانستان کې د پاکستان په لور نظام رامنځته کول د اسلام آباد حق وباله مشرف له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د هند پر نفوس اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي له هند څخه په زغرده غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخالفت له رامنځته کولو څخه لاس پر سر شي. پاکستان ته د سولې د عالي شورا د سفر یوه لویه لاسته راوړنه په پاکستان کې د ټولو طالب مشرانو د خوشي کېدو پر سر هوکړه ده. د سولې عالي شورا د پاکستان دغه پریکړه له وسله والو طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره ګټوره ارزوي. ظاهرا معلوم می شود که مقامات پاکستانی دریافتند که همکاری نزدیک دوامدار و مستمر بین افغانستان و پاکستان می تواند در جهت تقویت تلاش های صلح مؤثر تمام شود. البته این دیدگاهی است که ما پیش از این بارها به آن تاکید داشتیم. بعضی موضوعاتی که برای آن توافق صورت گرفت قرار زیل می باشند، از جمله رهایی شماری از زندانیان طالبان. اقدام پاکستان برای رهایی شماری از زندانیان طالب یکی از مواردی بود که در این سفر روی آن توافق صورت گرفت. البته رهایی این افراد در حال صورت می گیرد که پیش از این دولت افغانستان بارها به خاطر بازداشت برخی از افراد طالبان که تمایل به گفتگو دارند گفتگوهای صلح داشتند و دارند ابراز نگرانی کرده بود، اما اکنون در برابر تقاضای شورای عالی صلح برای رهایی زندانیان موافقه نمودند. در سوری علی شورا هیل سرگندوی چه در پاکستان لزندانونو چخه در طلب مشران و پرخوشی که دو سره بعد سولی در ایدل خبری لسر پیل شی. در بدست حال که در چه در یو شمیر نیوک کون کپان در پاکستان لزندانونو چخه خوشی شوی طالبان در غیدل در منزنه ی او تیتی کچه صلاحیت لرون کی دی. او اوس در غیدل در فعال و غر و پمانس که لپیاوری رول چخه ببرخی دی. در پاکستانی رسانه در پرون لمخی پا خوشی شوی و که در طالبان در وکمانی پر محل در بغلان والی ملا محمد د ننګرهار والی میر احمد ګل چې پمیر صاحب مشهور دی او د کابل لپاره طالبانو لخوا ګمارل شوی والی داود جلل شامل دی. ایران د هغو افغانانو مړي چې د ایران په پوله کې د دغه هېواد د پوله ساتو ځواکونو لخوا وژل شوي بېرته خپلو کورنیو ته نه دي ورکړي. درې میاشتې وړاندې دیارلسنه افغان وګړي چې ایران ته د تلو هوډ یې لاره د دغه هېواد د پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. په همدې حال کې افغان حکومت د دغو وژل شوو کسانو د مړیو د رسنولو لپاره د هڅو له پیل څخه خبر ورکوي. دا د اسلام کلا پوله ده. د پوله هغه غاړه ایرانی سرتیری او د پوله دا غاړه افغان سرتیری. درې میاشتې وړاندې د هرات یوولس تنه اوسیدونکي چې ایران ته د تلو هوډ یې لاره د ایراني پوځیانو لخوا وویشتل شول، خو تر اوسه پورې د هغوی مړي کورنیو ته یې نه دي سپارل شوي. لس کیلومتره دوی د ایران په خاوره کې تللي، هلته خپل افغاني کالي کاژلي دي.
بعد آگو چی ایرانی کالوی آگو چی دید ایران ماموران راگلی دیالت نفر فردایز در پشفرد وجوش ایران کرد. داغ میرمن بسیرا نمیگی ده غیزوی هم ده ایرانی سرتیرو لخوا پرازو وجر شوی دی بچه منه یک بچه دومات کاکا منه یک دیگی بچه برار بگفتینی منه پا هم دی حال که ده هرات سیمهی سرباکی ده بحرانه چار وزارت لخوا ده دغو وجر شوی و کسانو دلیگ پا برخه که ده حدسو غختون کی دی ما از طریق نمایندگی ارتباط خارجه ما با وزارت امور خارجه ما در ارتباط میشیم تا از این طریق بتوانیم که زمینه انتقال اجساد این قربانیان برای کشور فراهم بسازیم. ډیری افغان ځوانان د کار موندنې په موخه له دغې پولې څخه تیریږي خو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا خپلو سرتیرو ته لارښوونه شوې په هغو افغانانو باندې چې له پولې څخه د تیریدو هوډ لري په نښه کړي. تیر یک شنبه د پخوانی کابل بانک ځانګړې محکمې له بهرنیو هیوادونو څخه د دغه بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو د ورسپارلو په موخه له انټرپول څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پخوانی کابل بانک د ځانګړې محکمې مسؤلین وایي که د کابل بانک په قضیه کې ښکېل کسان هیواد ته راستنه نه شي په غیاب کې به پرې محکمه جوړه شي. د کابل بانک د کړکیچ په قضیه کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې د حکومت جدیت. افغان حکومت دا ځل له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه د کابل بانک په کړکیچ کې د ښکېلو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. په 5 تورنو کسانو کې چې حکومت یې له انټرپول څخه د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې د مرکزي بانک پخوانی مشر عبدالقدیر فطرت هم شامل دی. د قسمت 5 نفر غایب هستند و اقامه دعوا بالایشان صورت گرفته از طرف سالن والی. پروسیجر قضایی ما که عبارت از 3 جلب است از طریق متروپول برایشان داده شده که به اطلاعشان جلبای ما رسیده، اما از اینکه اونا حاضر نشدن از نگاه قانون ما برای دفاع از حقوق غایب وکیل مدافع تعیین کردیم تا از حقوق غایبین دفاع بکنند، بعدم در قسمتشان تصمیم غیابی صورت خواهد گرفت. که دغه 15 تورن کسان حکومت و نسپارل شي په نشټوال کې به یې پر وړاندې د محکمې لخوا پریکړه وشي. که څه هم لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د پخواني کابل بانک د موضوع هوارای به څومره وخت ونیسي، خو د نوموړي بانک د ځانګړې محکمې د مسؤلینو په وینا وروستۍ پریکړه به له څېړنو وروسته ترسره شي. ارګان عیت تعین کردیم سالانوالی فساد اداري د افغانستان بانک وزارت مالیه و آقای شرخان فرنود خلیلا پیروزی اینا را توضیح کردن که به بانک برن سیستم را وا کنن که در روز که بانک به بحران مواجه شد چقدر پول نقد در بانک موجود. د پخوانی کابل بانک په کړکیچ کې د دغه بانک د ونډوالو او کارکوونکو په ګډون 22 کسان ښکېل بلل شوي چې له دې ټولګې خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود د نوموړي بانک د کړکیچ اصلي عاملین پیژندل شوي دي. رابشو د دوشنبه ورځې ته ولسي جرګې د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې د اعلان په اړه غبرګون وښود. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو د نیټې د بدلون لپاره باید یو سیاسي حرکت او ناسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو نیټه د 1993 لمریز کال د وري 14مه ټاکل شوې ده. ولسمشریزې او د ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر وړاندې ننګونې او اندېښنې ټاکل شوې ده چې ټاکنې به د 1993 لمریز کال د وري په 14مه ترسره شي، هغه نیټه چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا د هوا د خرابوالي له امله د یو شمېر نوماندانو لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. بودجه انتخابات شورای ولایتی را مرجع حاضر نیست که به تنهایی بپردازه. بسیار بحث واضح باشه، نه حکومت افغانستان این کار را میکنه و نه میتونه. جامعه بین المللی هم حاضر نیست که دو انتخابات هزینهش را بپردازه. حالا کمیسیون مستقل انتخابات آماده است بودجهش یک مرجع تعهد بکنه که میپردازه، امنیتش حکومت افغانستان بگیره، ما با شما انتخابات میکنیم. تجدید نظر در تاریخ برگزاری انتخابات در چوکات قانون اساسی، هیچ تجدید نظر بیرون از چوکات قانون اساسی که با قیمت نقض قانون اساسی باشه فکر نکنم که در شورای ملی افغانستان قابل حمایت باشه. این تجدید نظر بخشی از مشکلات میتونه حل بسازه، نه کل مشکلات. اینا 100% کار سیاسی را به نام قانونی پیش میبرن. اینا هدفشان اینیست که مردم رای در رای دهی شرکت نتونن، صندوقا خالی باشه و اینها طبق که میخواهن صندوقا را به نام افرادی که میخواهن پر کنن.
تجدید نظر در تاریخ برگزاری انتخابات در چوکات قانون اساسی. هیچ تجدید نظر بیرون از چوکات قانون اساسی که با قیمت نقض قانون اساسی باشه فکر نکنم که در شورای ملی افغانستان قابل حمایت باشه. این تجدید نظر بخشی از مشکلات میتونه حل بسازه، نه کل مشکلات. در بعد از حال که در چه افغانستان اساسی قانون په صراحت سره ویلی چه دی ولسمشر دنده د پنځم کاری کال د غبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشری ټاکنه باید د ولسمشر د کاری دندې لا پای ته رسیدو دیر شو یا شپیته ورځې وړاندې ترسره شي. یو شپیته ماده دویم او دریم بند دا ولسمشر دنده د پنځم کاری کال په پای کې د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. ولسمشری ټاکنه د ولسمشر له کاری دندې دیر شو یا شپیته ورځې وړاندې ترسره کیږي. لا څرګندنه ده چې د ټاکنو ورځ کې بدلون شونی دی او که څنګه او یا به هم سیاسی اجماع رامنځته شي، خو که د ټاکنو نیټه بدلون ومومي په دې صورت کې به د اساسي قانون راتلونکی څه ډول وي؟ هغه پوښتنې چې یوازې راتلونکی یې ځوابولی شي. تیره دوشنبه په هرات کې د یوې دولتي غونډې د ګډوډولو په موخه دوه کسان په ښځینه جامو کې ونیول شول. پولیس وایي دغو کسانو د ښځینه او افغاني دود څخه په ګټې اخیستنې په دغه ولایت کې یوې دولتي غونډې ته د ننوتو لپاره هڅه کوله. بیا که په زور باز کنیم دا ځل په هرات سلام، من با 300 افغانی کردیت روشن ضرورت دارم. یعنی شما کردیت الکترونیکی روشن را میخواهید؟ کردیت الکترونیکی روشن؟ بله، من فقط شماره تلفن و مقدار کردیت را در سیستم داخل نموده و در حسابتان به شکل الکترونیکی کردیت اضافه میکنم و کردیت اضافه شده در ظرف چند ثانیه به حسابتان انتقال میشه. عالی، روشن برای شما سهولت دیگر را فراهم می نماید. کردیت الکترونیکی روشن آسان، سریع و در هر جا قابل استفاده است. وقتی که در حسابتان کردیت اضافه کردید، شما در همان لحظه یک پیام تاییدی را دریافت می نمایید. با این خدمات می توانید در حساب خود، خانواده و دوستانتان کردیت اضافه نمایید. کردیت الکترونیکی روشن را می خواهم که آسان، سریع و در هر جا قابل استفاده است. روشن نزدیک شدن. دو هزار و چهارده سال که نیروهای پلیس ملی کشور را برای گرفتن مسئولیت ها و تامین امنیت افغانستان بیشتر انگیزه می دهد. آمادگی ها برای پذیرفتن تمامی این مسئولیت ها تا سال 2014 بستگی در کار آموزش، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی دارد. روند کم اکنون پلیس ملی افغانستان آن را به سرعت می پیماید و چیزی که در صدر اولویت های کاری دهگانه وزیر امور داخله قرار دارد. با گذشت هر روز پلیس ملی کشور تواناتر و مسلکی تر می شوند. پلیس ملی با غرور، افتخار، با اطمینان و تکیه به خداوند متعال به حمایت مردم خود به سوی سال 2014 گام می بردارد و ما بیش از هر زمان دیگری به پیشرفت، توانمندی و خودکفایی نیروهای پلیس ملی باورمندیم. همزمان با نیرومند شدن پلیس ملی با فراگیری آموزش‌های مسلکی در داخل و بیرون از کشور، میزان اعتماد مردم نسبت به این نیروها و آینده افغانستان نیز بالا گرفته است. امروز پلیس ملی با افتخار و سربلندی در سراسر کشور به گونه پیروزمندانه در حال مسئولیت پذیری و خدمتگذاری به مردم است، در حالی که نیروها ظرف سالهای گذشته آزمون‌های دشوار را پشت سر گذاشتند. اکنون از تجارب خوب برای تامین امنیت پروسه‌های بزرگ سیاسی و ملی برخوردار هستند. اگر فیسبوک جهانتان باشد، پس روشن برای شما تلفن خاصی دارد. صرف با تلفن جدید فیسبوک روشن همیشه با فیسبوک دسترسی داشته باشید. درست است. با تلفن فیسبوک روشن شما می توانید صفحه فیسبوک تان را تجدید نموده و با دوستانتان تصاویر، پیام ها و صحبت ها را شریک نمایید و همچنان می توانید نظریات خیش را در فیسبوک تان از طریق تلفن فیسبوک روشن شریک نمایید. چرا منتظر هستید؟ همین حالا تلفن فیسبوک روشن تان را دریافت نموده و دسترسی نامحدود را به فیسبوک تان تجربه کنید.
تلفن فیسبوک روشن صرف در فروشگاه های روشن قابل دریافت می باشد. خوش کنید دوست داشته باشه تلفن فیسبوک روشن. روشن نزدیک شدن. پور زهرا بود ماد رو خواهد روز محشر مگو به پناه در پناه لوای حسینم. از سال 1367 به این طرف مدعی میکنم زیر بزندان مسکنش یوسف مصری با زندان مسکنه. ویژه برنامه عاشورا فردا ساعت 8:30 شب. تیره سه‌شنبه ولسمشر حمید کرزی د 1400 مجرمینو د اعدام حکم صادر کړ. دغه پریکړه تیره اونۍ له قضایي او عدلي ارګانونو سره د ولسمشر حمید کرزی تر لیدنې وروسته ترسره شوه. په دغو کسانو کې چې د ولسمشر حمید کرزی په لاسلیک پردار راځلول کیږي ډیری یې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیری کون کی دی. ولسمشر حامد کرزی بالاخره در شپاره سوزندانیانو دار تا در خشولو حکم صادر کرد. پا دغ شپاره سوزندانیانو که در رای در وجن تختوانی او ترهگری پر جرمونو گرم پیجندل شوی خود در برخه پر ماشومانو او خزو جنسی تیری کون کی دی. چارواکی وای در دغ زندانیانو در دمولو لڑی با سرلنن چخ پیل شی. پای دا محکوم شوی زندانیان هغه کسان دی چې پر ماشومانو او نوری د جنسی تیریو او قتل پشان سر جرمونه یه ترسره کړی دی. ولسمشر حمید کرزی په داس حال کې در تا در شپاره سو مجرمونو د خشولو پریکړه کوي چې په دې وروستۍ کې د جنسی تیریو او انسان تښتونو پیښې تر بل هر وخت ډیرې ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو رسنیو په ولسمشرۍ دفتر کې د سرچینو له قوله د اعدامېدونکو مجرمینو شمیر 22 ښودلی. په تیرو یولسو کلونو کې پر 28 زندانیانو د اعدام حکم پلی شوی خو لا اوس هم شاوخوا 250 نور دار ته د ختو لپاره شیبې شماري. تیره سه‌شنبه بیا هم مشرانو جرګې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جوړښت او واکونو د قانون مسوده تصویب کړه. د دغې جرګې اداري پلاوی وایي د مسودې په یو شمېر مادو کې بدلون راغلی دی. سربیره پر دې مشرانو جرګې د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو غړو له شتوالي سره هم مخالفت څرګند کړ. د افغانستان ملي شورا په دوو تالارونو کې خو د ژورو لیدلورو په توپیر سره مشران جرګې له پراخو بحثونو او نظرونو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جوړښت او واکونو د قانون مسوده تصویب کړه. دغې جرګې د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو غړو لپاره د مخالفت سره کارتونه اوچت کړل. ظاهرا مشران جرګې دغه پریکړه د افغانستان د خپلواکۍ لپاره بریالیتوب بللی خو رښتیا هم د افغانستان خپلواکۍ یوازې د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې پر دوو بهرنیو غړو پوری تړلی خو اپوزیسیون د نوموړي موضوع پر وړاندې بل ډول لیدلوری لري. امی که سر و صدا است امروز و حکومت در مورد حضور دو نفر متخصص بیرونی که اونا میتونه در کمیسیون انتخابات نقش کمک کننده داشته باشن و نقششان موقتی هم هست ایرا موضوع جر و بحث قرار دادن و این را به ایسی یک مسئله ملی امروز مطرح کردن خود از این نشان میده که اراده در این مورد چی است. یعنی به هیچ صورت نمیدانه در کشور در وضعیت افغانستان موجودیت دو نفر متخصص بیرونی در یک نهادی که ایجاب کار تخصصی را میکنه از کشورهایی که ده ها سال و بیشتر از یک قرن و 100 سال تجربه دموکراسی را دارند ایمانی نقص حاکمیت ملی شود. مشران جرګې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې له نهو غړو څخه د دریو ښځو د غړیتوب لپاره هم موافقه رایه کارولی. سربیره پر دې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 واړه غړي به د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نوې طرحه تصویب نشي د پخوانی قانون له مخې به ټاکنې ترسره کړي. د نومبر شلمه چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري دغه ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم
منزل کیږي. خو په دې توپیر چې افغانستان په خپل غیږ کې اوس مهال له ګواښ سره مخامخ شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته ځای ورکړی دی. د نن ماشومان د راتلونکي مشران د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د ماشومانو انځور. په افغانستان کې ماشومان په دوو برخو ویشل کیږي، یو د خپلو کورنیو په چاپریال کې له هر ډول امکاناتو برخمن، بله برخه چې د ژوند د ناخوالو او سختیو له امله ستوغو کارونو او لوس اوچت کارونو ته اوږه ورکوي، چې هم له ښوونې او هم د ماشومتوب له نعمت څخه بې برخې دي. دغه ماشومه یاسمین نومیږي. هغه له خپلو دوو ورونو سره چې د نورو کارونو فزیکي وړتیا نه لري هره ورځ د سړکونو پر سر ورځپاڼې پلوري. ښوونځي ته د هغوی تګ پر یو خوب اوښتی. دا په هیواد کې د شپږ میلیون له ګواښ سره د مخامخو ماشومانو یوه بیلګه ده. د یوې ټولنې هغه پاړکی چې په راتلونکي کې د یوې ټولنې مشري پر غاړه اخلي. خو له بلې خوا هغه ماشومان چې د ماشومتوب له امتیازونو څخه برخمن دي هم د هغو ماشومانو هیله لري چې په سړکونو کې له یوه ډالر څخه لږ ورځنی عاید ترلاسه کوي. ما د اولاد علم خویم که به بچه های خیابانی یک به بچه های خیابانی دمین مکتب رفزن رو فرام کنم تا اینو درد بکنم که این درد رو روشن میشه. از اولاد میخوایم که برای کودکان خیابانی زمینی مکتب رفزن فراهم کنه. اوس هم راځو د چهارشنبې ورځې ته. تېره چهارشنبه د کابل هغه سیمه چې پکې ډېر شمېر سفارتخونې دي د یو ځانمرګې برید لیدونکې وه. دغه پېښه د امریکایي پوځیانو یوې اډې ته څېرمه د وزیر اکبر خان مېنې په سیمه کې رامنځته شوه. د ځانمرګې برید کوونکي سربېره دوه تنه امنیتي کسان هم په دغه پېښه کې وژل شوي دي. د امبولانس غږ چې په ډېرو دغه راز امنیتي پېښو کې اورېدل کېږي. ښکاره ده چې د دغه برید کوونکي موخه د امریکایي ځواکونو پوځي هډه وه، خو ځانمرګی وروسته له دې چې د امنیتي کسانو له غبرګون سره مخ شو په دې ونه توانید څو موخې ته ورسیږي. له برید کوونکي سره د یوې امنیتي کمپنۍ د ساتونکو غبرګون د دې لامل شو څو ځانمرګی برید کوونکی موخې ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي توکي وچوي. د برید کوونکي په ګډون دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. قبل از اینکه خود انتحال بکنه توسط نیروهای امنیتی از پا در آورده شد و در مواد از این به دو قسمت بوده که یک قسمت موادش سر شلیک نیروهای امنیتی انفجار کرد و قسمت دیگه باقی مانده که شما خود عملا دیده. گاردای محافظتی محل شهید شده، یک تن گارد زخمی است و یک موتر وزارت دفاع که از ساحه عبور میکرد دو تن از سرنشینای از این توسط شیشه خود موتر سطحی مجروح شده. دغه پیښه د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې چیرې چې ډېر شمېر بهرنۍ سفارتخونې دي رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې طالبانو د دغې پیښې پړه پر غاړه اخیستې، داسې رپوټونه شته چې افغان حکومت له پاکستاني زندانونو څخه د طالبانو د نهو تنو لوړ پوړو غړو د راخوشۍ کولو وروسته په دې تمه دی چې ګوندې دغه ډله به له خپلو ورانکارو فعالیتونو څخه لاس پر سر شي. د ډنمارک هیواد له افغان حکومت څخه د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکی شو. دغه هیواد د سل میلیون ډالر مرستې د ژمنې سربیره اعلان یې وکړ چې افغان حکومت باید خپلې هغه ژمنې چې په نړیوالو ناستو کې یې په افغانستان کې د عادلانه او سراسري ټاکنو د ترسره کېدو په اړه کړې وې پوره کړي. ډنمارک هغه هیواد چې په راتلونکو پنځو کلونو کې له افغانستان سره سل میلیون ډالر مرسته کوي. دا په دې معنا ده چې د ډنمارک هیواد په راتلونکو پنځو کلونو د افغانستان له حکومت او خلکو سره سل میلیونه ډالر مرسته کوي، او دا په دې معنا ده چې افغان حکومت او د افغانستان خلک د ډنمارک په تاریخ کې د نوموړي هیواد له کلیدي ملګرو څخه دي. خو د دغو مرستو یوه برخه په نړیوالو ناستو او په تېره بیا د ټوکیو په کنفرانس کې د افغان حکومت لخوا د کړو ژمنو په پوره کولو باندې تړلې اشاره ده. ډنمارک په افغانستان کې د رڼو او سراسري ټاکنو غوښتونکی دی. سربېره پر دې د بشري حقونو خوندي کېدل، د ښځو او نارینهوو تر منځ د انډول رامنځته کول د یاد هیواد بله غوښتنه ده.
ببینی باید ووایم چې راتلونکی کال به یو انتقادي کال وي، ځکه موږ غواړو چې په افغانستان کې رڼې ازاده او عادلانه ټاکنې ترسره شي، بشري او د میرمنو حقونه خوندي شي. هغه ژمنې چې افغان حکومت یې په نړیوالو کنفرانسونو کې د پوره کولو ټټر وهلی، خو له دې ټولو موضوعاتو سره سره بیا هم له افغان حکومت سره ولاړ یو. اوس مهال د ډنمارک هیواد 200 سرتیری په افغانستان کې میشتي چې ډیره یې په هلمند کې او یو شمیر نور یې په بلخ کې پر پوځي ماموریت بوخت دي. درنو کتونکو دا وعده و پر څلیر ویش خپرونه کې راټول شوي مطالب، تر بیا چې زه همتلان یزمند د نوې اونۍ له نویو خبرونو سره ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لویو بښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اسکاده بریالي اوسئ، یو سوکاله سرلوړي او ودان افغانستان په هیله. ښې چارې. فال اولین و مجهزترین لابراتوار مواد ساختمانی در افغانستان. ثبت و راجستر شده کارپس آف انجینیرز در بخش های زیل مواد ساختمانی را تست می نماید. تست هر نوع آهنالات، اسفالت، جغل و ریک، سمنت و کانکریت. و جیوتکنیک زیربناها و بلند منزل را انجام می دهد. شماره های تماس 0797-703-708 و 0703-66-99-29. ریالی فال نشانه از کیفیت عالی. شفاخانه کابل‌آسیا در بخش‌های داخلی عمومی، جراحی عمومی، ارتوپیدی، نسایی ولادی و بخش معاینات تشخیصی از قبیل ایکوکاردیوگرافی، دوپلر التراساوند و التراساوند زنانه و مردانه، اندسکوپی، دیجیتال اکس ری و لابراتوار مجهز با وسایل مدرن طبی، آی سی وی مجهز، امودیالیز با ماشین های مدرن و جدید و همچنان بخش بستردار نسایی ولادی با داشتن دکتران لایق و مجرب به طور 24 ساعته در خدمت همشهریان محترم قرار دارد. آدرس: چراحی کارتی پروان، سرک عمومی باغ بالا. شماره های تماس 070-699-1992. ارزیابی شما از اوضاع کنونی کشور چی است؟ مردم بالای حکومت، بالای کارکردهای حکومت هیچ نوع اعتماد ندارد. از دید شما عامل اصلی خرابی اوضاع کی است؟ خود چند عامل است، چند عامل است. یکی که طالبان میان جنگ میکنند. در بعض موارد دیدگاه های وجود داره که در حکومت ظرفیت نیست که با طالبان گفتگو بکنه و تمام این تلاش ها یعنی مفهوم نداره. شما به چی اعتقاد هست؟ این کنم ظرفیت تجربه‌گری ضرورت ندارد. پس اگر ظرفیت وجود ندارد، چرا حکومت افغانستان قادر نمیشه که با طالبا گفتگو بکنه و اونا را در روان صلح شامل بسازه؟ طالبا را پاکستانی‌ها نمیمانند. شما در دوران 5 سال کارتان به عنوان فرد دوم حکومت چی کارهایی کردین؟ فرق بین شما و مارشال فهیم در چی است؟ شما هم معاون اول رئیس جمهور بودین و آقای فهیم هم معاون اول رئیس جمهور است. در اون وقت ایگان انتقاد سر حکومت هم میکردیم، مثلا در 2 سالی که مانده بود به خلاصی حکومت. اگر حکومت کمکار بود و کار نمیکرد، شما 2 سال آینده تان چرا با رئیس جمهور بودین؟ چرا استعفا نکردین؟ ما هم خود نوبت گفتگو با احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهور، دوشنبه شب ساعت 9:30. ای سر تابنده در این آسمان، همسفر قافله کودکان. در آستانه شهادت بزرگ مردی هستیم که مرگ را بهتر از زیر بار رفتن نمی‌دانست. این سر که از بدن شده دارم آبگیست. وقتی که مدوحه میکنی چی حسی برات اسم میدن؟ واقعا نمیتونم تا
تشریف بتون بربارش که چی یک حالت دارم به او وقت گوید مگر صدای علی چطور به این نتیجه رسیدی که باید یک مرکز ایجاد بکنی؟ برای خود جوش است و این صورت انشاءالله اگر ما بتانیم به خیر از این حالت بیرونش خواهد کردیم و به صورت مکتبی خواهد ساخت تا باز شبت لبخون و از هجر سخن بوید سال 1367